همزمان با شیوع سریع گونه جدیدی از ویروس کووید 19 به نام NGN1 سازمان جهانی بهداشت آن را از مشتقات سو، سویه اومیکرون طبقه بندی کرد اما گفت که تهدید چندانی برای سلامت عمومی نیست هرچند با آغاز زمستان این زیر ممکن است میزان بیماره های تنفسی را در بسیاری از کشورها افزایش دهد سازمان جهانی بهداشت اخیرا اعلام کرد هرچند بر اساس شواهد موجود خطر ناشی از این سویه کم است اما این احتمال وجود دارد در شرایطی که ویروس های تنفسی مانند آنفولانزا، ویروس سنیسیشیال تنفسی RSV و زاتوریه کودکان در نیمکره شمالی در حال افزایش هستند. زیر سویه جی با شروع زمستان میزان بیماره های تنفسی را در بسیاری از کشورها افزایش دهد. همانطور که تا کنون هم این زیرسویه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله هند، چین، بریتانیا و ایالات متحده یافت شده است. بنابر اطلاعی آژانس سازمان ملل متحد، واکسن‌های فعلی همچنان در برابر بیماری شدید و مرگ ناشی از جی ان و سایر گونه‌های در گردش ویروس کووید 19 مسئولیت دارند و مفید هستند. ویروس اصلی که باعث ابتلا به میماری کرونا می شود به طور مداوم در طول زمان تغییر می کند جهش مییابد و گاهی منجر به ایجاد گونه های جدید تر می شود اینکه جی ان وان به سرعت در حال گسترش است شاید به این دلیل باشد که دارای یک جهش اضافی در پروتئین اسپایک در مقایسه با بی ای 286 است که از آن منشأ گرفته است